سوال بعدی نرگس پرسیده تحت این عنوان که براندازان در رابطه با فرهنگ ضد زن و به ویژه بی‌حقوقی زنان و تغییر آنان در جامعه چه راهکارهایی دارند؟ فکرم منظورشون حزب براندازان هست. خب من فکر میکنم چقدر وقت داریم؟ چقدر وقت؟ سوالای شما خیلی سوالای کلیه و این سوالا سوالش میشه دادرس. من باید کاری بکنم. ما وقت تقریبا یه چیزی حدود 40 دقیقه اگه درست اشتباه نکنم. درست سوال میجان؟ خب 30 دقیقه. 30 دقیقه وقت. الان سوال جواب میدم. این اگر کوتاه جواب بدید چون من آره. دارم اینجا اومدم. ما آخر برنامه برای هنر رو تضمین می‌کنیم. کوتاه یعنی چقدر سوال باشه خب اگه این سال طول میگین اگر فکر جواب بدین بگین سال دیگه سال بعدی براندازن ببین خب براندازن ضد اسلام میجنگن به اسلام ضد زن پس مدافع زنن عالی سال ببین یه چیزی هست بلد نیستن ما در ایران فمینیستای فمینیستای توجیه بده فمینیستای مسلمانه داری فمینیست مسلمان فکر میکنه که اگه مثلا فمینیستای یکی شما مثل کسی رو داری مثل شاد شما شادو داری که دربارش یک کسی مثل تمام فمینیستای فرانسوی دربارش رساله می نویسن شاد دیگه شاد سکسی ترین رمان ها رو نوشته از شاد که مثلا از مارکی دو ساد در واقع اگه مارکی دو ساد بود ما نیچه رو نداشتیم اگه مارکی دو ساد نبود ما مدلیسم رو نداشتیم همین مارکی دو ساد کسی که فجیع ترین نوشتار سکسی ترین نوشتار رمان ها رو داره مثل رساله اتاق خوابش مثل و شما ببینید از هلن سیکسو بگیرید تا جولیا کریستوفا ببینید تمام این فرانسوی ها درباره ساد ازش دفاع میکنن مینویسن و استفاده میکنن از نظرات نوع نگاه او به سیکس ولی فمینیست اسلامی همین که در سایی ما کلمه کیر بیاریم کس بیاریم میگه کیر آلت تناسلیه میگه کس باید بشه شرمگاه ببین من مشکل دارم با این دستگاه من به کسی که فمینیست که به اینا میگه آلت تناسلی او ضد زنه او ضد زندگی او مسلمانه او فمینیست نیست در واقع این کلمات اصلا زیبان یکی از زیبایی ادبیات فارسی اینه که این سه تا کلمه حساس کون و کتیر صرفی با که شروع میشن زیبا اینا نامیدن چرا باید حذف بشن آخه بعد اینا رو تو ادبیات اگه ببینن میگن واو این سکسیسته این واو یا بالی لا بالا 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 من با گاف ها صدر کنم اینا رو فمینیست نمیشناسم من در ایران فمینیست اغلب این فمینیست هایی که رمان فمینیست نوشتن شاگردای من بودن شما همین توی چیز بزنید تا همین یوتیوب بزنید علی عبدالرضایی فمینیزم بزنید علی عبدالرضایی قرنطینه هویت ببین این بحثایی که من درباره همجنسگراها کردم اصلا در زبان فارسی انجام شده یا نه اونم کی 15 سال پیش ببین دوستان مطالعه کنید سرچ بکنید یه کسی تا یه چیزی میگه اگه یه نفر با یه شوری میاد وسط قدرت شد از قدرت نترسید چرا فمینیست بیگرانی از قدرت میترسه قدرت میتونه مسلم باشه میتونه فمینیم باشه میتونه روشن فکرانه باشه چرا هر کسی قدرت شما یه نمای مدانه بهش میدید چرا آدم ها خواجه میخواین دموکراسی خواجه نیست زن خواجه نیست ما از تو ادبیات فمینیستی ما در حزب ما زنها بیشتر این قدرت دارن کسی که لیدر ماست مثلا قبلا کی بوده یوتاب بوده پریزاد این خانم فریده الان در واقع لیدر حزب ماست یعنی اگه زنها رو از حزب ما بگیرید از حزب ما هیچی نمیمونه یه نفره یعنی شما از حزب ما تو زنها گردانده میشه تمام این زبانی که استفاده میشه شما استفاده میکنید اغلب این فعالای تویتریستی زن هستن ما بچه های مدر ما همه شون تو میدانی کار میکنیم حتی شانیبوس های ما هم زن هستن چون چکاوک کسی که اینو میگیرن در آپانگان بعد بیندازن تو لویزان زن بوده قهرمان ما چکاوکه در واقع این اولین حزبی که میاد بزرگترین قهرمان ها رو به دست میده منتها ما نگاه چپ کمونیست مثلا کمونیست ایرانی نمیشناسم من کمونسلمونا رو میشناسم در واقع آنچه که شما برای فرهنگ توده ای زیر ساختی که بیرون میاد اینا کمونیست نیستن بهترین دوستای من کمونیست های لندنی هستن ولی من با کمونیست های ایرانی هیچ مبیده ای ندارم اینا مذهبی هن. اینا فرقه ای هن. در واقع حتی در سوسیالیسم یعنی شما میبینید که مثلا کمونیست های ایرانی عشقشون اینه که مثلا درباره مثلا کمونیسم رساله مینویسن اساسا وقتی اولترا میشه کمونیسم میشه کمونالیسم مشکل دارن اینا مشکل دارن با لیبرتریانیسم خب چون درک ندارن شناخت ندارن من با بی سواد ها هم روزگارم اینا بیان صحبت بکنن مستقیم تا این بحث نگن که یک دقیقه دو دقیقه بدن دانش اطراف داره دانش اینطوری نیست یه نفر یه شاشکولی بیاید اینجا و یه چیزی نه باید یک بحثی از زوایای مختلفش نگاه بشه
به حزب من براندازی اساسا معتقده که تا زنها بدل به مرتهم نشن و قدرت نگیرن ما به هیچ جا نمیتونیم برسیم. بزرگترین قدرت ما نه یه قدرت داره اینه که زنان قوی داره، یعنی قدرت زنانه. من واقعا دوست دارم جنسیت را خود بکنیم، ولی مثلا من فردفعیدی اصلا زن نمیبینم، من در یوتاب زن نمیبینم، من در پریزاد زیباترین زن نمیبینم. اساسا من زن جنسی و مردان نگاه نمی کنیم، زنای ما بیشتر فشنده. ما از یک از پاشنه آشیل مسلمان ها استفاده می کنیم. پاشنه آشیل مسلمان ها ناموس، ناموس جز متعلقاتشونه، ناموس چون تعلق داره بهشون. زن من، دختر من، فلان من، بسار من، خانه من، ماشه من، ما با اون متعلقاتشون تر، ما متعلقاتشون رو ما رحمه می کنیم. اینم پوینت داره. ممنون از شما. عرض کنم که نرگس سوال دیگه هم پرسیده تحت این عنوان که آنان که آنارشیست را مترادف با هرج و مرج طلبی میدانند آیا سواد و یا درکی از اندیشه های فیلسوفان آنارشیست دارند؟ حالا من این قسمت بزرگترین فیلسوف فرانسه که همه بهش احترام میذارن میشل فوکوه، ژیل دلوزه. شما هزار ستنصاف ژیل دلوز یا گتری رو بخونید، ژیل دلوز دیگه. این الان شما پس آنارشیست ها رو اگه میخوان رساله بنویسن در باره ژیل دلوز بنویسن. در واقع اگر قبلا مثلا خیلی از آنارشیست های کلاسیک با نیچه مشکل داشتن، ما نیچه رو بزرگ آنارشیست میدونیم. نیچه با بلاحت مشکل داشته. شما الان نگاه بکنید بزرگترین متفکران دنیا گرایش آنارشیستی دارن، ولی معناش این نیست که من آنارشیستم. من خودم رو پست آنارشیست میدونم، پس آنارشیست میدونم. در واقع ما پسای آنارشیسمیم. در واقع آنارشیست‌ها ضد دولتن. ما بعضی از فراوردهای دولتی مثلا در لندن NHS یه تولید دولتیه و داره خدمت مردم میکنه و باش موافقی. معمولا ایران آنارشیست‌ها با دولت به معنای کلاسی، اونجوری مخالفتی کلاسی که آنارشیست‌ها داشتن مشکل داره. ما با از اون زاویه آنارشیست نیستیم. ما با سوسیالیست هستیم، ولی اکوسوسیالیست هستیم. در واقع ما معتقدیم با اون چیزی که مارکس میگه کارگران جهان متحد شوید، ما با این مشکل داریم، چون کارگران جهان هرگز نمیتونن با هم متحد بشن، چون کارگران مختلف خواستگاه های مختلف و ایده های مطالبات مختلف دارن. تا همون ایران کارگر پتروشیمی نمیتونه متحد بشه با کارگر مثلا عراق، چون کارگر پتروشیمی خدا تو من حقوقشه، نمیتونه اینا واسه اینا بگن حقوق ما را بشه 5 میلیون تومان، چون اون اوردی داره ما 7 میلیون تومان میگیره کارگر پتروشیمی. مثلا در واقع ایده ما باید اینا رو بشناسیم، باید اینا رو بشناسیم، چون این خواستگاه شناخته شده نیست کلیه. یعنی هنوز چپای ایرانی اینا چپ نیستن در واقع، اینا به چپ مثل این در فرانسوی دیگاه میکنن. یعنی شما میدونید که مثلا در همه انگلستان الان مثلا قدرت دست کنسرواتیو هست، اونا سمت راست مجلس میشینن و لیبر ها سمت چپ مجلس، جفت شما قدرت رو به دست بیارن. من اصلا جنایی که میخواد قدرت رو به دست بیاره چپ نمیدونم. چپ یعنی منتقد، چپ یعنی خواستگاه مردمی داره. کمونیست ها میخوان قدرت رو به دست بیارن، پی دیکتاتوری پرولتاریا هستن. اونا که میخوان قدرت رو به دست بیارن نمیتونن چپ باشن، چپ پی قدرت نیست. تنها چپ ممکن میتونن سبزها باشن، تازه اونا میخوان قدرت رو به دست بیارن. آنارشیست ها پی قدرت نیستن. چپ قدیمی، چپ اصیل آنارشیست ها هستن، چون مدام منتقد میکنن، هیچی واسه خودشون نمیخوان. شعار حزب ما اینه، ما هیچی واسه خودمون نمیخوایم، همه چیز رو واسه همه میخوایم. ممنونم از شما. عرض کنم خدمت شما که سوال بعدی هم اینه که پرسیدن که الکس اگه اشتباه نکنم، یه بعضیا فکر میکنن حمله به اسلام از طرف یک اپوزیسیون برانداز کار را برای گذار از جمهوری اسلامی سخت میکند. شما چه فکر میکنید؟ ما این تجربه رو زیاد داشتیم. ببین عزیزم، ما تاریخ ما تاریخ فرم کمدی داره. در کمدی شما چارلی چاپلین میخندید، میگین چارلی چاپلین یه اشتباهی تکرار میکنه واسش میخندید. حالا لوید رو میبینید، لوید هاردی رو وقتی نگاه میکنید ساعترش، میگین اینا احمقه. چرا احمقه؟ چون یک اشتباه رو تکرار میکنن. اساس کمدی تکرار اشتباهه. تاریخ ما تاریخ کمدی داریم. در تاریخ ما شما نگاه کنید اشتباه انقلاب مشروطه چی بوده؟ یه حسن مدرس اونجا داشتی، بعد نوع قانون اساسی که نوشتن بر بستر سایه قرآن بوده، در صورتی که شما اونجا قبل از اون آخوندوف دارید، آخوندوف از گرجستان میاد، یک لیبروی یک
یک ورای آتاتورکیست هستن او. خیلی از روشن فکران متأثر از آخوندوف هست. بعد او میرزای کرمانی داره اون از ترکیه میاد. در واقع ما اونجا لایسیته رو از اون زمان داشتیم. حتی پیش آتاتورک. ولی ما از اون عقب میمونیم. ما وقتی تو مجلس میشه پرایی با ملیگرای ایرانی. مثلا خیلی از ایران دارم که ملیگرا هستن ولی مسلمان هستن. مگه ملیگرا میتونه مسلمان باشه؟ مگه تو میتونی حتی هم ایرانی باشی هم مسلمان باشه؟ غیر ممکنه. غیر ممکنه. چون اساس اسلامیه. اساس اسلام بر ایران ستیزیه. اینو من اثبات کردم. حرف رو حوالی وقت نیست. چطور میتونه یک نفر ملی منقلی باشه؟ ملی مذهبی باشه. هم ملی باشه هم مذهبی باشه شدنی نیست. خب این باید بحث بشه، باید تهمانده بشه. بحث من اینه. I forgot the subject. یه کلمه بگیم این فرده دو جمعه پاسخشو بدم. موضوع حمله به اسلام بوده، موضوع حمله به اسلام بوده که گفته بودن که چرا ما رای جزی نداریم. ما حمله به اسلام چرا مهمه؟ به خاطر اینکه ما میخوایم اون کمدی تکرار نشه. ما از اسلام شکست خوردیم در انقلاب مشروطه، از اسلام شکست خوردیم وقتی که شاه دوباره به ایران میاد و اون ملای کاشانی میاد توی فرودگاه دنبال شاه، به شاه برسانش بوسه میزنه. ما از اسلام شکست میخوایم در 57 وقتی این همه جوان ایرانی، جوان که علی اسلام و مذهب نیست که، اینا انقلاب میکنن، اما بر علیکی یک نفر گادر پیستا خمینی رو علن میکنن با بیسی و فلان اینا، ناغانی ملا میشه همه کنه. باز ما از اسلام شکست میخوریم. ما از دوم خرداد از اسلام شکست خوردیم. ما در سال 88 اون الله اکبری که پشتوان میره ما رو فریبی سر از اسلام شکست میخوریم. ما ناگزیم یک جای سنگمون رو وا بکنیم. اگر قیام و فرودستان بزرگ شد به خاطر اینکه شعار ضد اسلام لالایک بوده. اصلاح طلب اصولگرا یعنی چی؟ یعنی تمام قرائت های اسلامی فینیش. ما در اصلاح طلب ها چندین قرائت اسلامی داریم، در اصولگرا ها چندین قرائت اسلامی داریم. در اصولگرا اون اسلامی که احمدی نژاد میگه یا اسلامی که مسیح یزدی میگه با اسلامی که باقر میگه فرق داره، با اسلامی که مثلا کیهان میگه فرق داره. در اصلاح طلب ها هم بازم اسلام های مختلف داریم. وقتی میگیم اصلاح طلب اصولگرا یعنی قرائت های اسلامی فینیش. ما در ایران در سیاست ایران اسلام نمیخوایم، در واقع ما خرافه رو نمیخوایم. ببینید همین الان میه بالله هست سخنرانیش دار خونده، میگن در قرآن 17 بار اومده که 17 بار در قرآن اومده که ای مسلمانان خلیج را به چینی ها بدهید تا نسکار شدید. دیدید حتما دیگه، یعنی این بستری که در واقع از طریق اسلام بلاحت داره تزریق میشه و این مال الان نیست. ما چیزی به اسلام خوب نداریم. بدترین و ضد ایرانی ترین اسلام، اسلام عالیه. عالی ترین اسلام فجیع ترین برای ماست و این باید حل بشه. در نتیجه شما نگید که مثلا شما آمار میگن اخیرا انتراشخار این تلویزیون انترنشنال یه آمار گرفته گفته که این گمان یه آمار گرفته گفته در ایران ما 40% شیعه داریم. چرت داریم میگه. اگه آمار درست بگید بین نیو جنریشن اونایی که انقلاب دارن میکنن، اونایی که زیر 50 سالن، شما محاله که 10%شون بگن ما شیعه هستیم، اصلا 20%شون بگن ما مسلمانیم. مسلمان میگن مسلمان کسی که باور به اسلام داشته باشه، امر معروف و نهی از منکر بکنه. محاله شما 5% ایرانی‌ها رو پیدا کنید امر معروف و نهی از منکر بکنن، شیعه باشن. ما اینقدر شیعه نداریم. ببخشید ولی اگه تعریف مسلمان الان قاسم هم داره میپرسه شما تعریف ایشون از مسلمان چیه که فکر میکنن نمیشه آدم ایرانی و مسلمان باشه. اگه ما تعریف مسلمان رو بگیم که کسی که این تعریف شما رو نگیم، تعریف رو بگیم که کسی که فقط میگه الله خداست، پیغمبر محمد پیغمبرشه و قرآن هم کتابشه و دیگه بغیر از فقط همین حداقل، آیا اینا مسلمان نیست؟ یعنی اگه این تعریف مسلمان باشه اون وقت تعداد مسلمان ایران خیلی بیشتر میشه نه؟ خب شما اون وقت یه بحث ما داریم. شما میخواین چرا این مردم رو فریب بدید؟ به خاطر اینکه آخه ما میدونیم که قرآن کتاب الله نیست، که ما میدونیم که قرآنی که الان در شما هست روایت یک نفره که من نمیگم که هست. شما به اون پرسنده من میگیم که اصلا چرا ما باید دروغ رو معیار قرار بدیم؟ خود علمای اسلام میگن که این قرآنی که الان در ماست روایت کسیه که همروزگارانش بهش میگفتن کذاب. یعنی او دو کتاب داره، یه کتابش که روایت همین اسلام که الان ما قرآنی که همه ما دستمونه، یه روایتش اقوال اهل سنت یعنی صحابه پیامبر هر چی گفتن یه کتاب در باره داره. میگن اون کتاب همش غلطه، همش دروغه. ولی اون موضوع دیگه است. این که این حرف غلطه رو که من با شما قبول دارم این که حرف درست نیست، ولی خب تعریف مسلمون
حالا اینکه تعریف مسلمان تعریفش کسایی که به یه چیز غلط اعتقاد دارن، اینکه این حرف غلطه که من با شما موافقم. من اسلام چیز به از علاوه بر اون من میگم هیچ چیز دروغی نباید بین ما باشه. روشن فکر روشنگری و روشنی باید اساس قرار بگیره. من حاضر نیستم به مردم دروغ بگم، بهشون نگم که این چیزی که به اسم اسلام دست شما هست یک فریبکاری مطلقه و نمیتونم بهشون بگم که اساسا این خواستگاه اسلام. بله ولی اون موضوع دیگه این نکته فقط یک دقیقه اینو بگم دست سشار بگم اینو بگم بعدن اینو در خاطر اودینس کلی دارم میگم. ببینید ما در خواستگاه اسلام خواستش چیه؟ ما قبل از اسلام 700 سال داشتیم با رومیا میجنگیدیم. 700 سال توجه کنید، 700 سال با رومیا داشتیم میجنگیدیم. و اگه شما نگاه بکنید میگن وقتی که سایرس حمله میکنه به بابل، بخت نصر رو وادار میکنه که یهودی ها رو آزاد میکنه، بهشون پول میده، میشه اورشلیم، بهشون میگه دوباره توراتون رو بنویسید. و توراتشون خیلی وقت جایی این تورات مثل تورات در واقع موسی قبل از زرتشت اومده، ولی ما الان میبینیم که خیلی از زده پاهای اوستا توی توراته، به خاطر اینکه این توراتی که نوشته شده تورات اصیل ادیان ابراهیمی نیست، بر اساس اینکه اینا دوباره میرن بعد از 80 سال یهودیای همشون در بیبل بودن تحت در سیاه‌چال‌های وقت نصر بودن، اینا اجازه ای عبادت نداشتن، یعنی هیچ نسخه متنی بعد از 80 سال همش نابود میشه. اون زمان بوده دیگه، مثل الان نبود که اینترنت وجود داشته باشه که. در واقع اطلاعاتشون سایرس میده. سایرس چیکار میکنه؟ سایرس در واقع اون زمان دوباره این بحث طولانی باید خودش نکته من استاپ از این زاویه نگاه میکنه. استاپ از نظر من یک فارسی سیاسیه برای مبارزه با ایران. من کوروش میگم، دقیقا به انگلیسی رو چه بسیم بچه تحریف میکنم بعضی نمیدونم از کوروش کوروشه. من نکته اینه، نه سایرس همون کوروش، به انگلیسی هم سایرس میگن کوروش، در واقع کوروش درسته. ولی نکته اصلی اینه که نگاه من به اسلام یک نگاه کاملا سیاسیه. اسلام اساسا یک تولید سیاسیه، یک تولید رومیه. نشانه ها رو میگن، مثلا این اسلامی که میگن اثبات شده الان که مثلا این مکه در هرگز عربستان نبوده، یا مثلا این بایشکس اونجا دیگه نمیگن در اردن بوده، این داستان وجود داشته ولی در عربستان نبوده. یا یعنی شما میبینید که خیلی چیزا تغییر کرده این وسط، این تغییرات هم دلیل داره. ما باید اینا رو بررسی بکنیم، بحث بکنیم، اسلام رو بشناسیم. این چیزایی که به شما گفتیم میشه آدمایی که یارو حقوق خونده، یارو چهار تا کتاب خود مسلمان رو میخونه بعد میاد حرف میزنه، تو زبان رو باید بشناسی، باید گرایش‌های زبانی رو، این تطور زبانی رو باید بشناسی، زبان چه فیلترهایی عبور کرده. وقتی من میگم با بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا الله، شما با الله رو من دیدم یک نفر، این تعریف من تعریف قدیمی منه، شاید از سال 10 سال پیش یک آقای مثل لنگرودی از کتابی داد بیرون، این درک من از الله رو بالا کشید، الله همشری منم هست. من در اگه بین تو یوتیوب یه شری هست اسم الله خانی، این دارم مسخره میکنم جنبش سبز رو. این شعر دقیقه یک غزل مثنویه، در همون زمان این شعر آپلود شده، یعنی 10 سال پیش آپلود شده، در همون سال 88 یا کنه آپلود شده. اونجا من روی الله رو میشکنم، میگم الله عربیه لا، یعنی فن نگفتن داشته باشید، یا نگفتن به ال خدای یهودیا توجه داشته باشید، یعنی نگفتن به این از دلش الهه در میاد اونها رو کاری نداریم. یک الله رو داریم، یکیش در واقع نگفتن، یکیش به ال نگفتن، لا گفتن به ال خدای یهودیان. حالا اینو داشته باشید. از این زاویه من اومدم اون مثنوی رو الله خوانیم به الله اکبر حمله کردم. بعد تو کتاب لنگرودی از این چیزای نگاه من توش بده. در واقع من موزه اینا موزه زبانیه، میرم تو اینا نگاه میکنم، یعنی ما ناگزیر در این تاریخ یه چیزی اعتمادی نداریم، کنجکاوی بکنیم در زبان فارسی. اینجوری من نگاه میکنم، من تاریخ آنچه که امر نوشته رو اصلا قبول ندارم، چون میبینیم همین تاریخ منو دیگه، خودمو که میدونم در دهه 70 تا شعر ادبیات چیکار کردم، هیچ اثری از من نیست. مثل این میبینه تکرارنده شعرآورنده همه رو حذف میکنن که یه جاش قرار میدن. همین الان درباره براندازی همه چیز هم تعریف میکنن، جلوی چشم من فقط میگن که عبدالرضایی فوش میده. در نظر داشته باشید که من این اسلام، این تعریف های اسلامی که میده اصلا با این کتاب بود اصلا قبول ندارم. از نظر من یک تولید سیاسی اسلام و بهترین فنیه که باش با ایران ستیز داشتن. از نظر من حمله آمریکا به عراق، حتی اینکه در اینجا میرن کتابخانه
بغداد با آتش میزنن یک اکت سیاسی جنگی نیست. از نظر من داعش وقتی میره مثلا، من بحث دارم سر اینها، من ساده به قضایا نگاه نمی کنم، من اهل سوالم، اهل جواب دادن هم نیستم در واقع. تا در هر پاسخی که من دارم میدم باهوش باشه سوال میبینه. من به هیچی در واقع پشت هر پاسخ شما، پشت هر سوال شما آرامش میبینید. من آدم ها رو بیشتر بیقرار میکنم. در واقع من به هیچ که به هیچ پاسخی قایی نیست. من در هیچ کنیم از این سوالایی که دادم پاسخ ندادم، تنها سوال کردم. با سوال ما باید مردم رو دهنمون بشیم، بهشون خط بدیم، یا مثلا خط نمیدیم که دود دودیست، خط بدیم که فکر کنن بعد نتیجه خودشون بگیرن. در واقع ما بهش میگیم مشارکت مخاطب در فکر آوری. در اینجا خب من همینم، همین لحنو دارم، همین خشونتو دارم و اساسا فکر میکنم که ببینیم اینجا من بگم اینو قبل از سال بعدی مطرح بشه یه سال پاسخ دادم. ببینید جوک خیلی چیزا یک ماهیت احمقانه ای به امر سیاسی دارن. شما نمیتونید مثلا ببین من اگر یک آنارشیست آمریکایی بودم هرگز خیابونا رو به هم نمیریختم. من اگر آنارشیست انگلیسی باشم همینجا با بچه‌ها داریم کار میکنیم دیگه. من تو کنگره آنارشیست اروپا خیلی وقتا بودم، وقتی ما تو هم برلین میرفتیم خیابونا بچه‌ها رو میکردن، من باشون مخالف بودم چون نیازی تو برلین این کارا رو بکنیم. ولی در ایران من یک لیبرو هم، در ایران من یک دیفنس اکتیویست میدانی هم، در ایران من یک خرابکارم. خرابکاری زیباست در ایران. تو ناگزیری اونجا بنیان ها رو از بین ببری، چه بنیان های سمنتیک چه بنیان های عملی. در واقع از این بانک ها، بانک اونجا مال سپاهه، میگه بیت المال، خودشون میگن یعنی مال بیت رهبری. رفتی مردم نداره بیت المال، اینا مال بیت رهبری. شما وقتی میگن که چرا شما مثلا به ادارات حمله میکنید، ما به ادارات حمله بکنیم تا فردا وقتی که ما رو سرکوب میکنن دوباره کارمنده ندارم سر کار به جمهوری اسلامی خدمت بکنن. ما اساسا اون ساختار رو به هم بریزیم. به این تئوری من اصلا بچه همه اون چیزایی که استاتلواد تلویزیون به شما میگن نه این بیت المال، نه ما بیت المالی نداریم. ما در ایران هیچ چی با متعلق به مردم نیست، همه چیز مال آیات و عظامه، مال اسلامه، مال بیت رهبریه. من یه سوال دیگه از شما میپرسم چون چند بار اینو پرسیدن، حالا اگر بتونم پیداش کنم باش. پرسیدن که شما چرا تو فایل های صوتی به طرفداراتون گفتین که موقع دیوار نویسی سعی کنید حتما دستگیر بشید و حتی حکم اعدام بگیرید که این به براندازی کمک میکنه؟ اوکی خب کاملا مشخص جواب. یه جواب 30 ثانیه بدید. به شاگردا، آره من به شاگردا میگم بزرگترین خیانت، خیانت یه برانداز اینه که لو بره، دستگیری بشه. و این 180 درجه مخالف حرف منه. شما اینجا یه مش فرانج دارید ببینید مخالف اینا یه ایده دارن سوال میکنن، همشون فرستاده شدن احتمالاً نه 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 خب طبیعتاً یه سری افرادی هستن که یه سری از سوالات توش شک میگیره. خیلی هم خوبه که شما حضور دارید بعد مستقیم جوابشون رو میدید. آره خیلی هم عالی. عرض کنم که پرسیدن من به عنوان یک برانداز کلی واسه ما میارزه. اون وقتی لو میدن همین بچهای رهبرای من تو زدن دیگه نمیتونم استفاده بکنم. یکی دو از بچهای ما آزاد شد دیگه نمیتونم استفاده بکنم ازشون. درسته. چون اینا بزرگن بعد از براندازی. دیگه تو این پروژه تا وقتی در ایرانن معاشو نمیتونم، چون جمهوری اسلامی من میدونم چیکار کنه با زندانش.